سلام وطنداران عزیز و مهربان، امیدوار هستم که هر کجایی که هستین لبتان پر از خنده باشه، لباس عافیت بر تن داشته باشین. ساعت 7:30 شب به وقت کابل هست. همین لحظه شبکه طلوع شما بیننده هستین، مرا میبینین. میفهمین کجاستی جه؟ کجاستی جه؟ رو در رو، جایی که دو فامیل عزیز، فامیل نظری و فامیل پوپلزای مهمان برنامه شدن. تا به خاطر دو سیت موبایل 10000 افغانی و در مرحله دوم به خاطر 500000 افغانی پول نقد جایزه بزرگ رو در رو با ما رقابت کنن. چقدر آماده هستین که با فامیل معرفی شویم؟ چک چک کنه. نخست فامیل پوپلزای سامر عزیز سرتیم است. خوش آمدی با برنامه سامر جان. خدا معرفی کنه عزیز. نمک در چشم من شیرین تر از خواب سحر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر در کودکی دست پسر گیرد، امید است که در پیری پسر دست پدر گیرد. به نام خداوند مهربان، احمد سامر پوپلزای هستم، یک از اشتراک کنندگان برنامه رودرو سر تیم خانواده پوپلزای، محصل سال دوم پانزده اقتصاد در یک از پندونهای خصوصی. ایشان احمد سامر پوپلزای برادر بزرگ، محصل سال چهارم پانزده اقتصاد در یک از پندونهای خصوصی. محمد ابراهیم پوپلزای پسر کاکایم، فارغ التحصیل صنف 12 هم. خوش آمدیم به برنامه. ان شاء الله که یک برنامه خیلی خوب داشته باشیم با دوستا و شما برنده شین. ارزو موفقیت دوستا ایزارت. آمدم طرف فامیل نظری که سرتیم احمد چای عزیز است. احمد چای جان خوش آمدی با برنامه. خودم معرفی کو واسه تیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، یک سلام خاص تقدیم خودت مجری منفق. چرا خیلی میشیم است؟ چرا بلند گپ نمیزنی؟ از اول ازی بگو، بلند صحبت کن. درست است. احمد چای نظری سرتیم خانواده نظری، متعلم در یک از مکاتب شهر کابل. بسیار. ابوذر نظری پسر کاکایم، محصل رشته محصل رشته زراعت پانتون ولایت کاپیسا. ابوبکر نظری پسر کاکایم، فارغ التحصیل رشته اقتصاد. من فعلا شغل آزاد دارم. بسیار عالی، خوش آمدید. ان شاءالله که یک برنامه خوب داشته باشیم و شما پر از انرژی باشیم. دوستای زو تشکر. برنامه رو شروع میکنم. دو سرتیم میان تشریف میارن که سوال اول برنامه را پاسخ بدن. احمد چای عزیز و سامر دوستا خوبش بلاخو تشریف شدن. بفرمایید. خوش آمدین. آرزوی موفقیت به هر دو نفر. سوالی که از شما میپرسم، 100 نفر سروی کرده و 7 جواب برتر با بلندترین امتیاز این سوال گرفته. در هنگام رفتن برق مصروف چه چیز میشوید؟ سامر جان مصروف چراغ پالیدن. چراغ پالیدن. پیدا کردن چراغ جواب شما بود. احمد جان، وقتی که برق میره مصروف چه کاری میشی؟ گروپ چالان میکنی در برق رفتگی؟ گروپ دستی. آفرین. نبود. مشورت که میری یا واگذار میکنی؟ برو احمد جان، برو دنبال گروپ بگرد. صابر عزیز، وقتی که برق بره مصروف چه کاری میشی غیر از اینکه دو میزنی؟ خواب کردن. بله. استراحت کردن. بود. ابراهیم جان، وقتی که برق میره مصروف چه کاری هست؟ موبایل. استفاده موبایل. بود. سامر جان، وقتی که برق بره مصروف چه کار میکنی خودت؟ استفاده کامپیوتر. نبود. سامر جان، برق بره مصروف چه کاری میشی؟ بیرون رفتن در تاریکی. نبود. فامیل نظری مشورت کنین. ابراهیم جان، وقتی که برق بره مصروف چه کار میشی؟ مصروف خوابیدن. استراحت کردن چی بود؟ وی است. نبود. فامیل نظری ابوبکر عزیز، سوالی هست، وقتی که برق بره مصروف چه کاری میشی؟ مصروف برنامه فیسبوک. ابوذر جان؟ گیم زدن. موافق هستم با ابوذر. گیم زدن. گیم زدن هم جزوی از استفاده از موبایل هست. شاید جوابش علیحدہ باشه. امتیاز ها رو گفتیم، خودتان رو تشکر کنید. 49 امتیاز. جوابایی که باقی مانده نمبر 6 انجام کار خانه، نمبر 4 نمبر 2 درس خواندن. این بود جواب ها. حالا سوال دوم هم میپرسم. قرار است که نفرهای دوم بیان سوال پاسخ بدن. ابوذر و صابر جان خان.
خوش آمدین. آرزوی موفقیت به هر دو نفر. سوالی که شما می‌پرسون 100 نفر سوال کردن و 6 جواب برتر. اینه. سوالی است. کدام نظم را شاگردان باید در مکتب رعایت نمایند؟ حاضری. بود. سر وقت آمدن یا همو حاضری؟ ابوذر جان، کدام نظم را شاگردان باید در مکتب رعایت نمایند؟ درس خواندن. مشوره میری یا بگذار میکنی؟ چیه؟ چانس بگیر. ابراهیم جان، کدام نظم را شاگردان باید در مکتب رعایت کنند؟ سامر جان، کدام نظم باید شاگردان در مکتب رعایت کنند؟ احترام به استادان. احترام اساتید یا معلم ها استادان. سامر جان، کدام نظم باید شاگردان در مکتب رعایت کنند؟ کار خانگی. نبود. فامیل نظری مشورت. باز اینال اینطوری میکنی؟ ابراهیم، کدام نظم باید شاگردان در مکتب رعایت کنند؟ نظم دیسپلین مکتب یا هم قانون مکتب رعایت کنند. بود. بشکر. سامر، کدام نظم شاگردان باید در مکتب رعایت کنه؟ کتاب چی؟ کتاب بیاره همراه خودش. نه. ابوبکر. آرام بودن در صنف. مثل خودت که تو آرام هستی؟ ابوذر. کار خانگی آوردن. احمد جان. موافق هستم با ابوذر کار خانگی آوردن. کار خانگی آوردن. صد امتیاز گرفتین. خاموشی و سکوت نمبر 3، نمبر 2 آرام بودن. بسیار سوال آسان بود. بریم یک وقفه کوتاه بگیریم، برمیگردیم. جایی نره. بریم. خوش آمدی، مرا بیننده هستی. رفتی و پس آمدی. چقدر خوب سیلوم داری، نی؟ خندگک کو. ایمقا. تشکر از همیان برنامه. ای، اکسبول، قوی ترین، خوشمزده ترین، خوشتم ترین، آرامش دهنده اعصاب، تقویه جسم، هر چیز که بگویم کم است. و قیمت مناسب 30 افغانی است. رنگ های متفاوت داره، طعم های مختلف داره. همین لحظه برو سرد از یک جا خریداری کو، نوش جانش کو. خود دیگه چی بگویم؟ بخیز برو امیال یک تا خرید کو. اینک هم باز میگیریش خو، اینک هم میگیری نوش جانیم. حالا نفرهای سوم خواهش میکنم تشریف بیارن که سوال سوم برنامه را پاسخ بدن. ابوبکر عزیز و ابراهیم جان، دوستاتم. خوش آمدید ابراهیم عزیز، ابوبکر عزیز. سوالی که از شما میپرسم 100 نفر سروی کرده و این سوال 5 جواب گرفته. سوالی هست. چیزی نام ببرید که چوشیده میشود. بگو ابراهیم جان. چوشکی. بشکر. مسئلات که میری آواز بسار میکنی. میری بفرمید. ابوبکر عزیز بفرمید. سامر جان، یک چیز نام بر که چوشیده میشه. شیرینی چوشک. بود. سامر جان، یک چیز نام ببر که چوشیده میشه. چاکلیت. بود. ابراهیم جان، یک چیز نام بر که چوشیده میشه. 1 2 3 آیسکریم. بود. آفرین. دندان میکنی خب، باز دندانت میچوشی بود. یک جواب سامر جان، 200 امتیاز. یک چیز نام بر که چوشیده میشه. تابلت. سامر، یک چیز بگو که چوشیده میشه. ککاو. نبود. فامیل نظری مشورت. ابراهیم. شیریخ.
دیگه نمونده چیزی. هست شیریخ؟ نبود. اگه امتیاز یک گرفته بودم برنده شده بودم. او وقت دو دفعه انتخاب نکردن جواب تو را. چیز یه نام بر که چوشیده میشه؟ چیزی چوشیده میشه؟ یک دو چیزی نمانده دیگه بکنم، یک کلو را گفتم. ابوذر اینال یا چک چک میکنن. یک چیز یه نام بر که چوشیده میشه؟ چوشک. صبر کنید. چوشک. موافق هستم با ابوذر. چوشک. چوشک. نبود. امتیاز ها رو فامیل پوپلزای گرفت. 266 امتیاز. یک جواب مانده. نبات. چقدر آسان بود. سوال چهارم نفره اول. تشویق. خوش آمدین. سوالی که از شما میپرسم 100 نفر سروی و چند جواب؟ یک. سه جواب. کی گفت یک؟ خاک دست سرت. سوالی هست. خوردنی های ایران نام ببرید که در کوه سبز میشود. بگو سامر. سمارق. سمارق. سمارق بیشترین امتیاز. مشهر میری یا واگذار میکنی؟ بفرمایید. چانس دارین دقت کنین جواب پیدا کنین اگه نفهمیدم. سامر یک خوردنی نام ببر که در کوه سبز میشود. بادام. بادام. نبود. ابراهیم. یک خوردنی نام بر که در کوه سبز میشه. رواش. رواش بیشکت. چکری یا رواش؟ یک جواب. سامر یک خوردنی که در کوه سبز میشه. چک. کچالو. دیر جواب دادی. سامر یک خوردنی که در کوه سبز میشه. چهارمغز. چهارمغز. نبود. شما مشورت کردین؟ خب. یک خوردنی که در کوه سبز میشه. از جمله سبزی های کوهی از منام شری. شری. بله. ابوذر؟ شری. شری. موافق هستم با شری. چه رقم است؟ مثل پیاز واری است. یک چیز مثل پیاز واری است. سبزی است دیگه. سبزی است؟ بولان است نامش. خب ما خب نمبر سه همه چیزی که یا میگن. بولان. تشکر از شرکت خالد دمر که امشب به فامیل برنده ما دوست موبایل هدیه میکنه. یکیش تش هست و یک موبایل دیگه ما ساده. افتتاح نمایندگی جدید فروشات شرکت تجارتی خالد نمر واقع در مرکز تجارتی داوود زنگ در خدمت همشهریان عزیز قرار دارد. چهره جدید مرکز خدمات مشتریان شرکت تجارتی خالد نمر با مدرن‌ترین تجهیزات و انجینیران مجرب. شرکت خالد نمر اولین نماینده رسمی موبایل های سامسونگ در کشور عزیزم افغانستان که با سابقه 17 ساله با شما وطن دار عزیزم افتخار می‌آفرینه. شرکت خالد نمر عزیز یک محصول دیگرم به ما و شما به عرضه مانده. اینی محصول هست. خیلی زیبا هست. یک محصول بسیار عالی. ما شما ببینش خیلی مقبول هست. رنگ‌های متفاوت، طعم‌های مختلف. یکی از موبایل‌های دیگر پرایم اف 180 AUAD با گنجایش 4 سیم کارت با رنگ‌های متفاوت با نزدیکترین قیمت قابل دسترس در تمام ولایات و مرکز با قیمت 350 افغانی. دارای دو زبان هست، دری، پشتو و 4 زبان بین المللی. بطری قدرتمند داره و 2 سال ورنتی. این محصول عالیه. همین لحظه شما وطنداری مهربان هم برین از شرکت تجارتی خالد نمر بعد است بیاریم. نه هست. و مبلغ 10,000 افغانی پول نقد از طرف برنامه زیبای رودارود دمو یک جوابی که دادی. مشورت کوتاه کنین دو نفر به خاطر 500,000 ما برمیگردم. فامیل پوپرزه خوب ناراحت شدن دمو یک جواب نی. خیر باشه. بازی هست، چانس هست. گاهی وقتا میشه، گاهی وقتا نی. مهم چی است که امید ما از دست نره. لبهای ما همیشه پر از خنده باشه. همیشه موفق باشین. خوش اومدین به برنامه خودتون رودارو. دوستا باز تشکر. خب کیا هستن؟
500 هزار کی میخواه از ما برنده شوه؟ خودم هستم امرای ابوبکر. بفرمایید دوستا تشریف اینجا. چی میره اتاقا؟ خودم میرم. آفرین برو احمد چرا دوستا تشریف کنیم بیا با وطندارا بریم اخمه ما برمیگردیم جای اینا رو این 500 هزار قرار است که ما برنده شویم ببشیم بگه ستا راستی ببشیم خوش آمدین و ادامه برنامه زیبای خودتان برنامه رو در رو مرحله دوم هست قرار است جناب ابوبکر عزیز 500 هزار از آن خود کنن ابوبکر جان خوش آمدی به مرحله دوم مرحله 500 هزار 20 ثانیه زمان 5 سوال دوست عزیز ما داخل اتاق آرام صدای موتور نمیشنوه همکار عزیز 20 ثانیه آماده چه ساعتی ممکن افراد در تابستان برای نماز صبح از خواب بیدار شوند 4 میوه یه نام آورد که انتقال آن بدون خریطه ممکن نیست بگذر کدام نوشته ها و یا علامت را در شفاخانه میبینید بگذر چیز یه نام ببر که آب را در آن جوش میکن میدهند چای جوش ولایت افغانستان را نام ببر که در اسم آن یک نقطه باشد ای فهمو اکسپول که به تو دادم دوستا تشکر کنیم بیا پیش شما بیا پایت پایت که تا دستر خط من اینه سوال اول ازت پرسیدم چه ساعتی ممکن افراد در تابستان برای نماز صبح از خواب بیدار شوند؟ 4 صبح 40 امتیاز آفرین ابوبکر سوال دوم میوه یه گفتم نام بر که انتقال هم بمونم و خریطه یا پلاستیک ممکن نیست بگذر سفر آفرین سفر دوستا تشویقش کنه سوال سوم گفتم کدام نوشته ها و یا علامات رو در شفاخانه میبینید بگذر سوال چهارم چیز یا نام برید که آب را در آن جوش میدهند چای جوش چهل امتیاز در دو جواب 80 امتیاز آفرینت سوال پنجم ولایت افغانستان نام برید که در اسم آن یک نقطه باشد صفر 80 امتیاز او بکر باز امتیاز خوب گرفتی در دو جواب 80 امتیاز 120 امتیاز ماندی به دوستی موفق لبت پر از خنده حرفی داری با دوستا بفرم حرفینه آرامی جانجوری صلح آرامی در افغانستان میخواییم تشکر بفرما دوستا تشکر اینال دوست دیگه ما احمد شو میایه پنج سوال تکراری پاسخ میته دوستا تشکر کنین که ببینیم میتونه یا خیر خوش آمدی احمد شو عزیز ایش استاد چطور آرام بودی وقت قبل از اینکه بریم ماده وقفه اول یه بگی اکسبول نوش جان که از طرف ما که آرام شوی احمد شو 25 ثانیه زمان پنج سوال تکراری جواب تکراری صدا سوالی نتونستی پاسخ بدی بگو بگذر ثانیه ها باقی مان دوباره ازت میپرسم همکار عزیز 25 ثانیه را آماده کنید چه ساعتی ممکن افراد در تابستان برای نماز صبح از خواب بیدار شوند 4 و 30 دقیقه میوه نام بگذر میوه نام ببرید که انتقال آن بدون پلاستیک ممکن نیست سیب کدام نوشته ها و یا علامت را در شفاخانه ها میبینید اسپلاق نزنید چیزی نام ببرید که آب را در آن جوش میدهند چاینک ترموز بلد افغانستان رو نام ببرید که در اسم آن یک نقطه باشد بگذر خوب جواب دادی دوستا تشکر کنی احمد چا جانه بام بام پیشت بام بیا نمیجستا چو نمیجستا چو احمد چا گلم سوال اول ازت پرسیدم که چه ساعتی ممکن افراد در تابستان برای نماز صبح از خواب بیدار شوند 4 و 30 19 امتیاز بشه 4 صبح بلندترین امتیاز داشت سوال دوم میوه یه نام که انتقال آن بدون خریطه ممکن نیست سیب 17 امتیاز بلندترین امتیاز زردالو بود سوال سوم کدام نوشته ها و یا علامات را در شفاخانه ها میبینید اشپلاق نزنید اشپلاق نزنید چند امتیاز داره صفر یه چلامه را نداریم بیشترش میگه سکوت را رعایت کنید یا بلندترین امتیازی بخش عاجل بود سوال چهارم چیز یه نام بارد که آب را در آن جوش میکنه شما چی گفتین؟ ترموز ترموز گفتین ولی جواب اولتان چاینک بود که چاینک قفل کده چاینک چند امتیاز داره که جواب دادی؟ صفر بلندترین امتیاز چای جوش بود سوال پنجم ولایت افغانستان را نام بارد که در اسم آن یک نقطه باشد بگذر هیچ جواب ندادی از دیگه کم چند امتیاز میگیری؟ صفر میگیری بلندترین امتیازش هم ولایت زیبای کابل است که یک نقطه گک داره 116 امتیاز
گرفتی. خیر باشه. مبارک دوستید موبایل 10000 افغانی. احمد چای عزیز لبت پر از خنده. سلامت باشی. دل و چشمت، ذهنت مثل همین کورتی زیبایت رنگ شاد باشه. با وطن داره حرفی داری؟ کامرها در خدمتت. وحدت آرزوی من می است که یک روز در افغانستان وحدت، آرامی و صلح سرتاسری برقرار باشه. خب با خودت زن نمیخوای؟ در وقتش باشه. در وقتش باشه. دوستا تشکر کنید احمد عزیز. بفرمایید. تشکری خاص کسانی که ما را حمایت میکنن تا هر شب شما ما را بیننده باشین، ما را ببینین تا لب زیبایتان پر از خنده باشه. اکسبول قوی ترین، خوشمزه ترین و خوش طعم ترین مزه در بین انرژی ها داره که ساخته شده است حصاری جرمنی و کیفیت از آن اکسبول. رنگ های مختلف داره، طعم های مختلف داره. همین لحظه برو سی افغانی خریداری کن، نوش جانشکا. شرکت خالد من اولین نماینده رسمی موبایل های سامسونگ در کشور عزیزم افغانستان که با سابقه 17 ساله به خودت وطنداره مهربان و گلم افتخار میفرینه. یک پل ارتباطی هست که ما و شما میتونیم در ارتباط باشیم. خیلی آسان هست. نمبر واتساپ اینجا ظاهر میشه. 0711 99 54 24. نمبر واتساپ برنامه هست. همین لحظه سیوش کو در واتساپ برنامه صدای زیبا دیاب مسیجای تو بون ما به خانش میگیرمش. دوست داری در استیج برنامه رو در رو شرکت کنی؟ خیلی راحت است، راه آسان است. 456-622 بعد از شنیدن صدای بیپ نام خود و دو نفر دیگه رفیقایت بیگی، اعضای تیمت بیگی، در آخر کلیه علامت نمبر فشار بده. میگه چال گونت دنیای من میشود، تو بخند تا من غرق چال گونه چام. شب بخیر.